خانم ها آقایان، درود بر شما. به عنوان یک خبرنگار مستقل در خدمتتون هستم و خبرهایی که اینجا منتشر میشه ارتباطی با رسانه‌ای که من براش کار میکنم نداره. چند خبر رو خدمتتون عرض میکنم. برخی از این اخبار که در بخش پایانی خواهد بود اطلاعات ویژه‌ای هست که تاکنون تا این لحظه در هیچ جای رسانه‌ای نشده. از عراق میخواستم شروع کنم. جمهوری اسلامی ایران در بدترین شرایط 15 سال گذشته قرار داره. خیلی ها خبر ندارند که در چند روز گذشته، حدوداً در 6 روز گذشته، چه اتفاقات مهمی در عراق افتاده. مخصوصاً برای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی و همزمان نماینده تام الاختیار رهبر جمهوری اسلامی در عراق و البته در خاورمیانه، به دنبال انتخابات سراسری در عراق که هفته گذشته یک شنبه پیش برگزار شد، آقای سلیمانی وارد بغداد شد. در بغداد ملاقاتهایی داشت پشت سر هم با حیدر عبادی نخست وزیر فعلی، با نوری المالکی نخست وزیر سابق و رئیس دولت یا ائتلاف دولت قانون، و همچنین هادی آمری رئیس سازمان بدر و از فرماندهان ارشد هشت شعبی، ابو مهدی مهندس و سایرین، آقای قیس خزعلی، کتائب حزب الله و دیگران، با این هدف که ائتلافی رو از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران بسازند که این ائتلاف به اضافه یک گروه کردی اتحادیه میهنی کردستان بتونن دولت آینده عراق رو تشکیل بدن، منهای گروه صدر ائتلاف سایرون که در انتخابات پیروز شده. حالا من عرض میکنم که چقدر مهم هست این مسئله برای ایران، مسائل عراق، ولی کاملا در ارتباط با ایران. بعد از اون آقای صدر که در واقع ائتلاف سایرون به رهبری ایشون 54 کرسی پارلمان رو به دست آورده، بیشترین آرا رو به دست آورده، سه روز پیش تقاضای ملاقات قاسم سلیمانی رو رد کرد. نه تنها این، مقتدا صدر 48 ساعت به آقای سلیمانی فرصت داد که خاک عراق رو ترک بکنه. آقای قاسم سلیمانی شب گذشته عصر جمعه بغداد رو ترک کرد و به سلیمانی در کردستان عراق رفت که محل یا منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردستان هست که دارای روابط خوبی با آقای قاسم سلیمانی و همچنین با جمهوری اسلامی ایران هستند. اهمیت مسئله در چی هست؟ اولا گروه صدر اطلاعاتی رو برملا کردند که جمهوری اسلامی ایران 80 میلیون دلار کمک کردند به هشت شعبی تا در انتخابات پیروز بشن. فقط این کمکی است برای پیروزی در انتخابات که چند افسر وابسته به مقتدا صدر یک هفته قبل از انتخابات یک شنبه گذشته 40 میلیون دلار پول نقد رو در مرز منظوریه یا خسروی توقیف کردند و در مقابل دوربین های رسانه ها قرار دادند که این پول نقد از ایران با این وضعیتی که در ایران هست سخاوتمندانه به عراق سرازیر میشه برای اینکه یک گروه خاصی در انتخابات پیروز بشه. حالا خود مقتدا صدر روحانی 45 ساله فردی هست که فارسی به خوبی صحبت میکنه، در ایران بزرگ شده، در تهران سالها زندگی کرده و تا شاید 3 سال پیش از افراد تحت نفوذ کامل خود جمهوری اسلامی ایران بود، ولی در 3 سال پیش به این نتیجه رسید که دخالت‌های ایران، که در حال حاضر خودش میگه دخالت‌های ایران باعث شده که فساد در عراق گسترش پیدا بکنه و نمونه یا الگوی جمهوری اسلامی ایران الگویی نیست که مردم عراق باید دنبال اون باشن با توجه به شرایطی که در ایران ایجاد شده، چون مقتدا صدر بسیار خوب ایران رو میشناسه و در ایران اساساً دوران کودکی و نوجوانی رو در ایران سپری کرده، زمانی که پدرش، عموش و چندین نفر از افراد خانواده آیت الله صدر اعدام شدند توسط حکومت صدام،
مقتدا کسی بود که یک کودک خردسالی که به ایران فرار کرد و در ایران زندگی کرد. این فرد حالا داره میاد میگه که الگوی جمهوری اسلامی ایران یک الگوی شکست خورده است و در صحبتهایی که کرده گفته پایان ولایت فقیه در عراق هست، دیگه به تموم شد نفوذ ولایت فقیه در عراق. این جمله که این بسیار مهم هست برای اینکه سپاه قدس و شخص آقای قاسم سلیمانی تلاش زیادی به عمل میارن که بتونن در عراق نمونه و الگویی از جمهوری اسلامی ایران رو درست بکنن. و این شکست بزرگ در وهله نخست برای سپاه قدس سیاست‌هاش و در وهله دوم برای کل نظام جمهوری اسلامی ایران هست. خیلی کوتاه میگم، خیلی‌ها نمی‌دونن که چرا صدر مخالفت کرد. دلیل اصلی مخالفت صدر، فردی که در گذشته با نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا جنگید و تعداد زیادی از نیروهای ائتلاف رو حتی هواداران صدر به قتل رسوندند، از این موضع به موضعی میرسه که جمهوری اسلامی ایران مایه فساد در کشور هست. چرا؟ به این دلیل که دو سال پیش آقای صدر رسماً اعلام کرد که نوری المالکی نخست وزیر باید محاکمه بشه به دلیل اینکه اطلاعات و اسنادی در دست هست به گفته دفتر آقای صدر که شهر موسل رو، دومین شهر بزرگ عراق رو، در پی تبانی و یک توطئه کاملا سازماندهی شده به داعش تحویل دادند. یک شهر بزرگ 62 هزار نیروی نظامی توسط 750 تا 700 پیکارجوی داعش تنها در 4 ساعت تسخیر شد. با دستور آقای مالکی همه عقب نشینی کردند و اتفاقی افتاد که بعد همه شاهد هستیم که داعش بر 1/3 خاک عراق کنترل پیدا کرد. آقای صدر معتقد هست که نوری المالکی عمدی این کار رو کرده و اسنادی رو ارائه داد، گروهی رو با فشار آقای صدر درست کردن برای تحقیق در مورد آنچه که در موسل اتفاق افتاد. تمامی فرماندهان تایید کردند که نوری المالکی پشت این قضیه است. نوری المالکی وابسته به کجاست؟ به سپاه قدس ایران. صدر ترتیبی داد با تظاهراتی که در بغداد به راه انداخت، چندین هفته تظاهرات و تحصن مقابل مجلس در میدان تحریر بغداد و درخواست کرد که جمهوری اسلامی ایران که در اون دوره بسیار و در حال حاضر هم از آقای مالکی حمایت میکرد، جمهوری اسلامی ایران باید حمایتش رو قطع بکنه. ترتیبی داد مقتدا صدر که مالکی رو دستگیر بکنن. مالکی به تهران فرار کرد ولی هفته بعد از اون همراه با آقای قاسم سلیمانی به بغداد بازگشت و تمامی پرونده ها رو در واقع گم و گور کردند. بعد از اون صدر رسما گفت که جمهوری اسلامی ایران پشت مسئله فساد گسترده در عراق هست و موضعش رو به طور کامل عوض کرد. در حال حاضر خودش رو فردی ملی‌گرا میدونه که مخالف هر گونه دخالت خارجی، مخصوصا دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق هست. این لازم بود که در ایران همه این مسئله رو بدونن که چه پولهای کلانی اینها رسانه‌ای شده. 80 میلیون دلار صرف انتخابات در عرض 3 ماه فقط. حالا چه پولهایی که فاش نشده یا چه مخارج هنگفتی از ثروت و سامان مردم ایران در عراق صرف میشه بماند. درباره ایران سل بگذاریم. از این خبری رو منتشر کردم که قرارگاه سار الله به اطلاعات حدود 50 میلیون نفر طرف قرارداد شرکت ایران سل دسترسی پیدا کرده. نسخه‌ای به آواتوده رسیده. این نسخه شامل اطلاعاتی است که تا 3 ماه پیش از کاربران ایران سل گرفته شده، یعنی ارتباطی به هک شدن ایران سل در 5 سال و 6 سال چون 2 بار هک کردن نداره. مسئله که خیلی مهم است اینجا اینه که ایران سل یک شرکت خصوصیه و تابع مقرراتی است که نباید اطلاعات خصوصی افراد رو به هیچ جایی بده. ولی در واقع تمامی این اطلاعات که نسخه از اون در اختیار ما هست، از کد ملی افراد، از آدرس محل سکونت، از اسامی، همه چی به قرارگاه سار الله سپاه داده شده. با چه هدفی من نمیدونم، ولی مسئله‌ای که هست
ایرانسل به طور کامل قابل کنترل هست، یعنی مکالمه هاش و پیام هایی که از ایرانسل رد و بدل میشه، هر موقع بخوان میتونن کسی رو شنود کنن یا از پیام هایی که فرستاده بفهمن که با کی ارتباط داره یا نداره. ولی خیلی ها سوال کردن آیا اپلیکیشن های اینترنتی هم در ایرانسل قابل دسترسی؟ نه خیر، برای اینکه سرور این اپلیکیشن ها در ایران نیست. مثلا کسی از تلگرام ایرانسل استفاده میکنه، از واتساپ استفاده میکنه، قابل کنترل توسط سپاه نیست و بسیار مشکل هست کنترل اونها. حالا خیلی هم نمیدونن که شاید هم گفته شده، در دفعه قبلی من این رو متذکر شدم، 51% سهام شرکت خصوصی ایرانسل مال سپاه پاسداران هست. مسئله مهمی که در کردستان عراق اتفاق افتاده، یک مسئول امنیتی از کنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه خودش رو به نیروهای آمریکایی تحویل داده با اطلاعات بسیار مهمی در مورد افراد و عناصری که در کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته و دارند. این فرد خودش رو به آمریکایی‌ها معرفی کرده و در حال خروج از کشور عراق هست. طبق اسنادی که از این فرد به دست اومده، ریزش در سطح به ویژه سپاه پاسداران که خیلی‌ها فکر می‌کنند یک نیروی بسیار منسجم هست، خیلی زیاد شده. جمهوری اسلامی افراد سپاهی رو هم تحت کنترل قرار داد، یعنی اعضای سپاه تلفن‌هاشون کنترل میشه. اعضای سپاه تحت کنترل شدید حفاظت اطلاعات هستند. چرا؟ همه اینها برمیگرده به ریزش هایی که از سپاه پاسداران بوده و عدم اعتماد به اعضای سپاه، یعنی در بین خود بدنی سپاه وضعیت بگونه ای هست که جمهوری اسلامی به هیچ کسی اعتماد نداره. این روندی هست که در نتیجه نارضایی در سطح جامعه ایجاد شده و به نظر میرسه که افزایش هم پیدا بکنه. در ضمن تمامی کسایی که اطلاعات مهمی دارن از نقش جمهوری اسلامی در سرکوب مردم، علیه مردم، از مسائل پشت پرده که اتفاق میفته، به شرط اینکه این اسناد و مدارک درست باشن، اینا تحت حمایت قرار میگیرن همراه با خانواده‌شون برای خروج از ایران. در مورد کازرون میخواستم توضیح بدم، چند تماس تلفنی داشتیم با کازرون. وضعیت اینترنت به نحوی هست که یک عکس خیلی ساده از کازرون بیرون نمیاد، باید بیان شهرهای اطراف و از مناطق خارج از کازرون عکس و تصاویر رو بفرستن به بیرون. تا امشب هم کازرون آروم نشده، اعتراضات ادامه داره. اعتراضات امشب هدفش آزادی دستگیر شدگان بود که بیش از 200 نفر مشخص شده که دستگیر شدن و همچنین دستگیری دادستان کازرون که دستور شلیک مستقیم به مردم رو داده. تصاویر رو دیدید که از روی پشت بام با تکتیر و با کلاشنیکوف مردم معترض رو هدف قرار می دادند. تصاویر کاملا گویا واضح هست و خود مردم کازرون هم این رو شاهدش هستند. مسئله بسیار مهمی که هست، کازرون نمونه پایداری، نمونه استقامت و نمونه بارز قدرت اتحاد مردمی هست که یه شهر کوچیک مثلا 260-70 هزار نفری که تمام نظام نمیتونه کنترلش بکنه. دو موضوع رو باید اینجا در نظر داشته باشیم. یکیش این که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه، میدونه که نارضایتی در سطح کشور رو به افزایشه و به حد انفجار داره میرسه. نباید اجازه داد که شهرها رو یکی یکی سراغشون برن سرکوب بکنن. اعتراض در جایی که شروع شد مثل کازرون باید حمایت بشه در شهرهای دیگه. به هر طریقی هست اعتراض در جاهای دیگه انجام بشه برای اینکه کازرون سرکوب نشه. مسئله کازرون نیست، فردا به نقطه دیگری از ایران خواهد رسید، برای اینکه وضعیت بدتر خواهد شد. روز دوشنبه ساعت 6:07 بعد از ظهر ایران مایک پومپئو وزیر
خارجه آمریکا صحبت‌های بسیار مهمی خواهد داشت در مورد جمهوری اسلامی ایران و سیاست تازه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی. چرا این رو مطرح می‌کنم؟ برای اینکه خیلی بدبین هستن نسبت به سیاست آمریکا در سال‌های گذشته و شاید دلایل محکمی هم وجود داشته باشه که در گذشته سیاست آمریکا فرق داشته نسبت به جمهوری اسلامی، ولی این دولت کاملا متفاوت هست و نمیشه بر روی رئیس جمهوری کنونی آمریکا قضاوتی رو داشت که در مورد رؤسای جمهوری قبلی داشتیم. برای همین تأثیر این وضعیت و سیاست بر روی جمهوری اسلامی بسیار بالا خواهد بود. موضوعی که میخواستم ازتون خواهش کنم که همه در اون شرکت کنید، کمپینی آغاز میشه برای اخراج آقازاده هایی که در آمریکا هستند، کارت سبز دارند یا به هر دلیلی از طریق سرمایه گذاری وارد شدند، که تخمین زده میشه بیش از 350 تن از آقازاده ها، عمدتاً فرزندان آخوندهای حاکم، میلیاردر و افراد با نفوذ جمهوری اسلامی که مخصوصاً در 8 سال گذشته موفق شدند که گرین کارت بگیرن از طریق سرمایه گذاری، از طریق وکلا، از هر راه دیگه ای. کمپینی رو به رئیس جمهوری کنونی آمریکا که این افراد باید از آمریکا اخراج بشن. امیدوارم وقتی که کمپین شروع شد همه اون رو امضا بکنن و منتشرش بکنن، برای اینکه افرادی که میان پرچم آمریکا رو میسوزونن، من نمیگم خوب یا بد، ولی ظاهرا مخالف آمریکا هستن، چرا فرزندان خودشون، چرا بچه هاشون رو از آمریکا بر نمیگردونن به ایران؟ این حق طبیعی یه درخواست خیلی منطقی هست که لطفاً از خودتون شروع کنید. اطلاعات ویژه‌ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم برای اینکه زیاد طولانی نشه، برای نخستین بار هست که پخش میشه در مورد فعالیت‌های سپاه پاسداران. تمامی شرکت‌هایی که در ایران با نام دانش بنیان ثبت می‌شوند، جهت دور زدن تحریم‌ها و یا اقدامات ضد مردمی، ساخت شنود، ساخت تجهیزاتی که برای سرکوب مردم مخصوصاً یگانه ویژه و اطلاعات از اون استفاده می کنند، از طریق ریاست جمهوری و شخص منوچهر منطقی، مدیرعامل سابق ایران خودرو، ساپورت می شن و مدیریت می شن بخشش. جمهوری اسلامی موشک هایی رو که به یمن می فرسته به صورت قطعه قطعه، یعنی تیکه تیکه می کنند، از طریق لنچ هاشون به طور غیر قانونی از خلیج فارس به عمان، پادشاهی عمان میرسونن و از اونجا به یمن که این راه رصد شده. هواپیمایی کاسپیان متعلق به حفاظت اطلاعات ارتش که در حفاظت اطلاعات ارتش کاملا در تماس با و هماهنگی با سپاه پاسداران هست، فرق داره با بقیه بدنه ارتش، این فعالیت رو انجام میدن. شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم نیست، از طریق دو فروند هواپیمای بوئینگ 747 کارگو که چند سال پیش از کام ایر افغانستان خریداری کردن، ظاهراً برای مسائل مدنی و غیر نظامی توسط ماهان ایر خریداری شدند، پروازهای خودشون رو به دمشق انجام میدن، پروازهای روزانه برای جابجایی سلاحایی که سپاه پاسداران به اونجا منتقل میکنه. هر محموله پرواز این دوتا بوئینگ چندین میلیون دلاری هست. محموله های سلاح و تجهیزات از موشک های نزدیک برد، میان برد و زمین به هوا که اونجا مستقر کردن، که البته پایگاه موشکی سپاه پاسداران رو 3 روز پیش در هما هدف قرار دادن، بدون اینکه سپاه پاسداران یا سپاه قدس یا کل جمهوری اسلامی در مورد اون هیچ خبری رو منتشر بکنند. خیلی خوشحال میشن از این مسئله، ولی در واقع این میلیون دلار پول مردم ایران هست که دود میشه و به هوا میره. مسئله ای که هیچ ارتباطی به منافع مردم ایران نداره و صد البته منافع و مصالح جمهوری اسلامی هست که در حال حاضر کاملا جدا شده از منافع مردم ایران. مسئله ای که در پایان میخواستم عرض کنم این هست که در بانی کردستان ایران هم
اعتصاب متوقف شده، مردم مهلتی دادند یک ماهه به دولت که مرزها رو، معبرهای مرزی رو که باعث بیکاری 70 تا 80 هزار نفر مستقیم و همچنین بر زندگی 6 تا 7 میلیون نفر تأثیر گذاشته، مهلت دادند که این معبرهای مرزی باز بشه. بعد از ماه رمضان قرار هست که اعتصاب در بانه شروع بشه، در بقیه شهرهای کردستان هم به احتمال زیاد حمایت خواهد شد. سپاسگزارم. بیگورا بکنی لطفاً.